با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. پیکر بی جان سهى رضا نژاد بعد از 28 روز پیدا شد. اگر علاقمند به دیدن این ویدیو هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. دقیقاً 27 روز پیش بود که ما یک ویدیویی رو از گم شدن سهى رضا نژاد برای شما منتشر کردیم. نگاهی به این ویدیو با هم بندازیم و بعدش ماجرای پیدا شدن سهى رضا نژاد رو برای شما در قالب ویدیوی جدید به تصویر خواهیم کشید. با ما همراه باشید. سهى رضا نژاد که همراه دوستانش به یک تور مسافرتی رفته بود، در دومین روز از این سفر طبیعت گردی به طرز مرموزی ناپدید شد. سهى رضا نژاد 19 تیر ماه همراه دوستانش به یک تور مسافرتی 3 روزه به منطقه کردکوی در ارتفاعات روستای جهان نمای گرگان رفت و همراه دوستانش در منطقه کردکوی کمپ زدند. فردای آن روز یعنی صبح جمعه 20 تیر ماه سهى رضا نژاد از چادر خارج می شود و از همان لحظه به بعد دیگر کسی اطلاعی از سهى 27 ساله ندارد. خواهر سهى رضا نژاد در مورد سهى این چنین میگوید: خواهرم همراه دوستانش بوده و روز دوم تور مسافرتی از چادر خارج می شود، اما در اتفاقی عجیب خواهرم ناپدید و گم شده و هیچ کسی از سرنوشت او اطلاعی ندارد. او در ادامه گفت پلیس، نیروهای امداد و نجات هلال احمر و مردم محلی این منطقه به جستجو در این منطقه پرداختند، اما سرنخی از خواهرم به دست نیامده و همه نگران سرنوشت خواهرمان هستیم. خواهر سهى در ادامه این چنین میگوید: سهى هیچ مشکلی با خانواده نداشته و نمیدانیم چه اتفاقی برای او افتاده و از مردم میخواهیم کسانی که اطلاع از خواهرم به دست آوردند با پلیس یا شماره‌ای که ارائه دادیم تماس بگیرند تا به این چشم انتظاری پایان دهند. یک دختر 27 ساله که همراه گروه گردشگری به گلستان سفر کرده بود، حالا در ارتفاعات کردکوی گم شده. به گفته اعضای گروه که از کرج به گلستان سفر کردند، این بانوی 27 ساله صبح جمعه پس از خروج از چادر با یک خمیر دندون و مسواک از چادر خارج میشه و دیگه از اون موقع کسی از سهى 27 ساله خبر نداره. این سرنوشت مرموز سهى همه رو متعجب کرده. حتی وسایل شخصی سهى هم در کمپ در چادر باقی مونده. بر اساس اعلام هلال احمر، جستجو برای یافتن او از لحظات اول اعلام این خبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همچنین روزانه 40 نفر از امدادگران و مردم محلی برای کمک به یافتن او مشغول فعالیت هستند. هلال احمر تمام تجهیزات خود را شامل سگ‌های نجات و پهپاد و همچنین تمام گروه امدادی در محل را مستقر کرده و به صورت شبانه روزی مشغول تلاش برای یافتن سهى 27 ساله هستند، اما هیچ اثری از سهى 27 ساله وجود ندارد. خانواده سهى اعلام کردن قبل از اینکه سهى مفقود بشه، شب گذشته ساعت 11:30 شب بوده که با خانواده‌اش تماس میگیره و از اونها احوالپرسی میکنه و اینکه اعلام شده که سهى و دوستانش در اون کمپ تا ساعت 2:30 نصف شب بیدار بودند و حالا چند تا از دوستان همراه سهى در اون کمپ اعلام میکنن که هلوش ساعت 2:30 نصف شب به بعد بوده که صدای جیغ و دادی از چادر سهى شنیده میشه و بعضی دیگر از دوستانش هم گفتن که ساعت 8 به بعد بوده که سهى رو میبینن در حالی که با یک خمیر دندون و مسواک بوده از چادر خارج میشه و از اون لحظه به بعد کسی دیگه از سرنوشت مرموز سهى خبری نداره. البته پدر سهى اعلام کرده که دخترم رو دزدیدن، اما برخی از گروه امداد و نجات اعلام کردن و فرضیه سازی کردن که ممکنه سهى برای گرفتن سلفی به نقطه ای از کوه رفته باشه و از اون ارتفاع پرت شده باشه.
همه این فرضیه ها در حال بررسی هستش و آیا چطور ممکنه یک دختر 27 ساله‌ای که کاملاً عاقل بوده و سابقه کوهنوردی با دوستاش رو هم داشته به طرز عجیبی مفقود باشه و هیچ کسی از سرنوشت اون مطلع نباشه و حتی کوچکترین سرنخی هم از اون در هیچ کجا وجود نداشته باشه؟ خانواده سوها رضانژاد با معرفی 2 شماره تلفن همراه از مردم خواستن که در صورتی که خبری از سوها رضانژاد دارند با اون 2 شماره تماس بگیرن. خانوادش به شدت نگران سرنوشت دخترشون هستن و از طرفی هم اعلام کردن اون 2 شماره تماسی که معرفی کردن به مردم، خیلی از مردم با اون خانواده تماس میگیره و مزاحمشون میشه و اونها رو از مسیر اصلی جستجوی سوها دور میکنه. خانواده سوها رضانژاد معتقدند که سوها رضانژاد رو بنا به دلایلی که خودشون هم نمیدونن چیه ممکنه سوها رو دزدیده باشن و همین جهت این 2 شماره تماس رو به مردم معرفی کردند. ما هم امیدواریم بالاخره خبری از سوهای 27 ساله بعد از چند روز بشه. همینطور که در این ویدیو دیدید، سوها رضانژاد 28 روز قبل به طرز عجیبی گم شده بود و هیچ کسی حتی سرنخی هم ازش پیدا نکرده بود و احتمالات زیادی در رسانه‌ها منتشر شده بود. یکی می گفت گم شده، یکی می گفت دزدیدنش و خانوادش هم اعتقاد به این داشتن که سوها را دزدیدن. ولی امروز خبر جدیدی از سوها رضانژاد بعد از 28 روز منتشر شد. رئیس کل دادگستری استان گلستان از کشف جسد یک زن در مناطق صعب العبور کوهستانی شهرستان کردکوی خبر داد. هادی هاشمیان گفت در پی اعلام مفقود شدن خانومی به نام سوها رضانژاد در مناطق کوهستانی شهرستان کردکوی، دستورات قضایی برای جستجو به منظور پیدا کردن نشانی از این فرد صادر شد. او خاطر نشان کرد لحظاتی قبل تیم جستجوی هلال احمر جسد یک زن را در مناطق صعب العبور کوهستانی شهرستان کردکوی کشف کردند و در حال انتقال جسد هستند. رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد در حال حاضر خانواده سوها رضانژاد در شهرستان کردکوی مستقر هستند. تا پس از انتقال جسد و انجام تشریفات قانونی هویت جسد کشف شده مشخص شود. رئیس دادگستری گلستان آقای هاشمیان در پایان با تاکید بر اینکه در خصوص هویت جسد کشف شده نمیتوان گمانه زنی کرد گفت محل کشف جسد نسبت به محلی که خانم سوها رضانژاد در آن کمپ زده بودند فاصله دارد. بنابراین احراز هویت و تعیین علت مرگ پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی امکان پذیر است. سوها رضانژاد به همراه گروهی 20 نفر از طبیعتگردان از تهران به منطقه جهان نما در ارتفاعات کردکوی سفر کرد. به گفته اعضای این گروه او از صبح جمعه بعد از خارج شدن از چادر دیگر بر نگشت. در این مدت جستجوها برای یافتن او بی نتیجه مانده بود. اما گفتگوی انجام شده با عروس خانواده رضانژاد. عروس خانواده در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های خبرگزاری عنوان میکنه که همسر و پدر شوهرش در مسیر رسیدن به بالای سر جنازه مورد ادعا هستند. هنوز جنازه را ندیدند، فقط اعلام کردند که کوهنوردان جنازه یک زن را پیدا کردند، اما تا این لحظه هنوز جنازه ای را ندیدند که تاییدش کنند. در رسانه ها منتشر شده که کوهنوردان جسد یک زن را در زیر یکی از آبشارهای منطقه کردکوی جهان نما پیدا کردند که مشخصات اولیه با سوها رضانژاد گفتن که مطابقت داره، اما هنوز احراز هویت نهایی انجام نشده. دوستان عزیز، لطفاً این ویدیو رو در فیسبوک، در گروه های ایرانیان مقیم خارج از کشور و در سایت های مختلف لطفاً منتشر کنید. منتظر خبر بعدی ما از احراز هویت سوها رضانژاد باشید. ممنون که ما رو همراهی کردید. لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت رو فراموش نکنید. با تشکر از همراهیتون، شب و روزتون خوش.